دیگه که من امروز میخوام بهتون بگم این میهن پرستی برخیست. یک جنرال برجسته فرانسوی دیشب از دنیا رفته به نام جنرال بیژار که در جنگ هندوچین ایشون نقش بسیار مهمی داشته، وصیت کرده که خاکستر بیژار، میدونید که شهریست در ایران، ما جنرال پرشینگ هم داشتیم، جنرال هایی که با نام های ایرانی بودن در همه دنیا، ببینید در فرانسه زیاد داریم، چون میدونید که مهاجرت به فرانسه خیلی زیاد بوده و افرادی بودن که حتی ایرانی تبار تا سرحد جنرالی و فرماندهی سپاه نیز رسیدن، مثل همین آقای بیژار که در سن بسیار بالا از دنیا رفت و وصیت کرده که خاکسترش رو پس از اینکه میسوزوننش برن بر بالای شهری که بیش از 4-5 هزار نفر از سربازاش در اون جنگ کهنه و قدیمی کشته شدن بپاشونه و گفته که من همواره از این داشتم که با اونها میمردم، نمردم، حالا که موندم خاکستر من رو بپاشونه. یعنی غیرت و روحیه ملی میهنی که وجود داره. در همین راستا من شوربختانه میخوام یه خبر بسیار بدی رو با آقایتون برسونم و اون اینه که میدونید بسیاری از بچهای ما که در این سالها مجبور شدن از کشور خارج بشن و پناهنده بشن و این سوی جهان پراکنده بشن و آواره، برای امرار معاش زندگی خودشون، برای نجات جان خودشون، برای اینکه بتونن یک سرپناهی داشته باشن، اولا که مجبور شدن هزار یک دروغ بگن که پناهنده، مثلا بگن همجنس بازن، مثلا بگن تغییر دین دادن، فلان دین رو گرفتن، مثلا بگن چه و از جمله یکی چیزهای جدید اون اینه که اینها برن خودشون رو به عنوان لژیون و ولی خب مزدور هم میگن هر اصطلاحات این سربازانی که با حقوق کار میکنن به کشورهای اروپایی بفروشن، خصوصا که امروزه جنگ در اکثر کشورهای آفریقایی و خاورمیانه وجود داره، خب مردم خود اون سرزمین ها کمتر میرن به سربازی، اینا رو استخدام میکنن. همین فرانسه تعداد زیادی از بچه های آواره ایرانی که حتی زبان فرانسه شون هم خوب نیست به عنوان لژیون انتخاب استخدام کردن و اینا رو با ماهی 2300 یورو حقوق میفرستن به آفریقا، میفرستن به افغانستان، میفرستن به عراق که بچه های زیاد هم کشته شده. من هفته گذشته بود که یکی از بچه های که ترکش خورده بود افغانستان اومد پیش من و من دیدمش، جوان پلیسی سلحشور آتورپاتی آذربایجانی که ترکش خونباره خورده بود و گفت که در یونان بوده، مشکل اقامت و پناهندگی اونها داشته، شنیده که فرانسه